همون شبیه که من بدون تو خونه میرم. امروز همون روزی بود که قلبمو زیر پادله کردی، مست و باطیلم کردی، مگه این رسم مستی و راستی؟ شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من. سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدید به برنامه مستی و راستی، برنامه‌ای که من معمولاً توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا با مهمونا. اما اقسام مهمونا داشتم توی این برنامه، خیلی آدم های جالب بودن، آدم های معروف، آدم های معمولی، آدم های با داستانه عجیب غریب. امروز هم یه مهمون خیلی بالی دارم که حالا بهش میرسیم. فقط قبل از اون مثل همیشه اگه دوست دارین کاری منو دنبال کنید توی سوشال میدیا، میتونید با هندل @kingram KINGRAAM توی تویتر و اینستاگرام و یوتیوب و تلگرام و جای دیگه پیدا کنید. اگه دوست داشتین یه کمک کوچولویی برای فاندریزرام بکنید برای پادکست یا موزیک، میتونید به gofundme.com/kingram یه سر بزنید و اونجا یه حال کوچیکی بدین، ولی هیچ توقعی نیستش. من همچنان این کارم رو ادامه میدم و اینکه به زودی هم میگم، گفتم اینو سپانسرشپ اینا تو فکرشم که قبول کنم. البته من خیلی پیکی خواهم بود سر این موضوع، من هر چیزی حاضر نیستم تبلیغ کنم یا پروموت کنم تو این برنامه، باید واقعا در الائن کنه با افکار و فلسفه های خودم. حالا لزوما هر چیزی ممکن نیست که اینطوری باشه، ولی تا اونجایی که امکانش باشه اونجوری خودم خوشحال ترم. چون هرچی هم هر روز این پادکست داره بزرگتر میشه، برای منم یه هیجان خیلی زیادیه که وقتی که اولین رو شروع کردم فکر نمی کردم مثلا میچخ به اینجا برسه و الان که این همه آدم دارن گوش میکنن وانی حس و حال عجیبی داره و خیلی خوشحالم که میتونم داستان خودم و مهمونامو و همه این اتفاقایی که میفته رو با شما در میون بذارم. یه حالت یه آدیو جورنالی شده که یه قسمتی از تاریخمون رو انگار دارم ثبت میکنم تو اینجا و خیلی حال میده. یعنی برای من خودش یه از همه چیز بیشتر درایی که برام باز کرده، آدمایی که بهشون وصل شدم و این شانسی که میداده که داستانهای دیگرانم بشینم گوش کنم و بشنوم، به خاطر کنجکاوی خودم واقعا خیلی حس و حال باحالی داشته تا الان. و خلاصه دمتون گرم که تا الان واقعا همراه هم بودین. مهمون امروزم یه آدم خیلی درست حسابی، یک هنرپیشه، آرتیست و all around cool person که توی لس آنجلس زندگی میکنه. تازگی هم با هم آشنا شدیم، کاش که الی بودم میدیدمت، ولی الان این ور دنیا من. آنوشا جان خیلی خیلی خوش اومدی به برنامه مسیر راستی. میرسی که دعوت کردی، قبول کردی دعوتمو. مرسی از تو که من رو دعوت کردی. سلام دوباره میگم به خودت رام عزیز و سلام میگم به همه همراهان و شنوندگان پادکست مستی و راستی و امید هر جا که هستین سلامت باشی. اول داستان من یه قلوب از این بوربنم بخورم با اجازت، سلامتی خودت. چیرز. چون منم همین میخوام یه دونه قلوب بیلیز بزنم. من دوست دارم اولش، خب برای اینکه یه ذره بیشتر با هم آشنا بشیم، چون دوست دارم یه ذره از تاریخچه کاری خودت، از هنرپیشگیت یه ذره با همون در میون بذاری. چجوری شروع شد که این اکتینگ باگ رو گرفتی، که اصلا تصمیم گرفتی که این کار رو بکنی و چجوری افتادی تو این داستان؟ یه ذره از خودم بخوام بگم، یه ذره برگردیم عقب. داستان اینجا شروع میشه که من توی شیراز به دنیا اومدم و بزرگ شدم و اینی که 11 سالم بود که دیگه تصمیم گرفتم توی ذهن خودم، توی ذهن کودکیم که من میخوام بازیگر بشم. یعنی تیوی رو خیلی میدیدم و دوست داشتم توش باشم. به مادرم اول اعلام کردم که دوست دارم بازیگر بشم، داشت سنتور میزد، وسط کارش پریدم و گفتم دیگه من تصمیم رو گرفتم. و خوشبختانه مادر و پدر خیلی آزاده ای دارم
و همون شب به بابام گفتیم و من فرداش به کلاس بازیگری توی خیابون زند شیراز ثبت نام شدم و اولین کودک اون کلاس بودم، یعنی اولین چیز کودک خورد سال بودم در واقع، چون همه بالای 20 و 30 سال بودن. اونجوری شروع شد و من خیلی سمج بودم و توی مدرسه هم تئاتر کار میکردم و خیلی پیگیر بودم و 15 سالگی هم که میخواستیم وقت تعیین رشته بود. خب من شیراز خیلی کوچیک بود، مثلا اون قدیمتر کوچیکتر بود و ما اصلا مدرسه یه تئاتر و سینما اون چیزا مخصوصا برای دخترها اصلا نبود و من فهمیدم یه مدرسه توی تهران هست و به اصرار ورزی با چند ماه صحبت کردم با مادر پدرم تو اون سن همون 14-15 سالگی منو فرستادن تهران که خیلی موومنت گنده ای بود اون موقع که بخوای بچه تو اون سن بفرستی حالا اکتینگ بخونه و اینا. و دیگه تقریبا میتونم بگم حرفه‌ای از اونجا شروع کردم، مدرسه سینما سوره رفتم، کانون استاد سمندریان وقتی که خود استاد زنده بودن اونجا تحصیل کردم. بعدم که 18 نشده بودم موو کردم لندن دراما اسکول، اونجا بازیگری خوندم، تئاتر همش کار می‌کردم. نگره دارم فقط اینجا ببخشید میپرم از طرفت چون اینجا کنجکاوم که مثلا با خانواده مهاجرت کردین یا تنهایی رفتی؟ نه تنها، من 15 سالم بود که از خانواده‌ام جدا شدم کلاً دیگه و همه هم لندن زندگی کردنم تنها بود، هم آمریکا اومدنم تنها بود. بعد من آمریکا هم سان فرانسیسکو هم نیویورک هم LA شهرهای مختلفی کوچ کردم، یه جورایی میشه گفت هی از صفر ساختم به خاطر این اکتینگم. همون لندن هم همینطور و همش تنها بودم، هیچ کس نبود و آشنا هم حتی نداشتم تو شهرها و کشورهایی که موو می‌کردم بهشون. و این حس و حال همش مقدار اکتینگ بود. این حس و حال، چون ما تو این پادکست در مورد مهاجرت هم خیلی حرف زدیم، نمیخوام حالا خیلی هم گیر بدم به این تیکه، ولی فکر کنم خیلی همیشه بچه‌ها کنجکاو هم براشون جالبه که این چجوری شجاعت رو پیدا کردی تنهایی پاشی بری دنبال هدف ها و آرزو و آرمانات، چون منم خیلی در مورد این صحبت کردم. ببین من به نظرم همیشه انسان، اول که انسان همیشه توانا به دنیا میاد، اینو من همه باور دارم، همه انسان ها توانا به دنیا میاد و این رو شاید از یاد میبرن. یا استاد کیارستمی میگفتن توی که کتابشون نوشتن که ما در واقع انگار پروانه به دنیا میاییم و کم کم به کرم تبدیل میشیم، برعکس متاسفانه. من همیشه اینو باور رو داشتم که میتونم یک سوپر استار بشم، هنوزم این باور رو دارم و اینقدر آتش و آتیش تو این توی وجود من بزرگ هست و زیاد بود همیشه که براش جا به جا می شدم. می تونم بگم یکم کوچکتر بودم، کله خر بودم، همینجوری بلند می شدم می رفتم، اصلا برام مهم نبود که شهر رو نمی دونم، برام اصلا مهم نبود که انگلیسی خوب نیست. وقتی که موف کردم انگلیس، من اصلا انگلیسی خوب نبود ولی اصلا برام مهم نبود، می گفتم میرم یاد می گیرم و ابا و ترسی نداشتم از اینکه در آنون ناشناخته پا بگذارم. و خب وقتی که طعم یکم موفقیت، واقعیتش اینجوریه رام به نظر من، البته یه ذره طعم موفقیت زیر زبونت که میره و تستش میکنی میچشیش، یه چیز غیر از اونو نمیخوای کلا و دوست داری هی بیشترش کنی، هی توی زندگیت بیشتر و بیشتر و پررنگ ترش کنی. و من وقتی که تهران رفتم دیدم من خب یه آدمی ام با سن حالا پایین، میتونم موقعیت های خوب داشته باشم، کار کنم توی جشنواره‌ای مثلا امید و جشنواره نمیدونم رشد و چیزای تئاتر و اینا فعالیت داشته باشم و فهمیدم موفق میتونم باشم، چیزای بزرگتر میخواستم و اینجوری بود که جلو اومدم. ترس داره؟ نمیگم اصلا ترس نداره، مهاجرت همیشه ترس داره، بگه میشه چیزی که ناشناخته باشه ترس نبود، ترسناک نباشه، ولی این دلیل بر این نیست که من عقب بکشم و بگم خب ولی چون ترسناک و آنون و ناشناخته است من به سمتش نمیرم. در واقع به ترس همیشه من اینو یاد گرفتم، یا باید مثل یه فکری تو مدیتیشن یاد بگیریم که بذاریم رد شه، اگه یه فکری که یه ترسیه که تاثیر رومون نداره، اگه یه ترسی که تو تاثیر داره روی زندگیمون باید بهش حمله کنیم. به ترس باید اتک کرد، حمله کرد. و من به ترسام تا الان میتونم بگم حمله کردم و مهاجرت یکیش بود که توش تا حالا میتونم بگم موفق بودم، خوب بوده. یعنی آره منم این موضوع رو اینجا با یه جور دیگه، یعنی من همیشه گفتم باید به ترس تکیه کرد، یعنی lean on fear or lean into fear. هر جوری که اینم، یعنی برادرم خیلی میاد اون خیلی تو کار مراقبه و خیلی تو این چیزا و این داستانه سایکدلیک و این چیزا بوده، حالا در موردم صحبت میکنیم بیشتر بعدن. ولی این حرفت خیلی جالب بود، آدم وقتی که یه ذره موفقیت میچشه، چون منم خب تو این 20 ساله تو این کریر خودم خیلی بالا پایین داشتم و خیلی هم همیشه احساس کردم دم اون قله اومدم موفق، حالا تعریفش حالا چیه خود اونم یه بحث جداست،
ولی همیشه نزدیک اومدم و بعد خیلی بدجور کراش کردم و خوردم زمین و دوباره از صفر شروع کردم دوباره خودم رو ساختن و یه جوری اینم برای من یه حالت اعتیاد پیدا کرده، این جنگ برای پیروز شدن، برای موفق شدن و شکست خوردن و دوباره از صفر خودم رو جمع کردم. ولی هر دفعه هم که میخورم زمین واقعا قوی تر از قبل پا میشم و سعی میکنم برم، یعنی هیچ وقت من امیدم از دست نمیدم، حتی تو تاریک ترین لحظه ها، تو بدترین لحظه ها واقعا همیشه یه روزنه نوری پیدا میکنم. فکر کنم یعنی برای همیشه برای همه هستش، فقط شاید بهش نمیتونیم نگاه کنیم، نمیتونیم پیداش کنیم، ولی برای همه اگنالجش نمیکنن. درسته. بعد قضیه اینه که به نظر من همه مثلا خیلی ها میان ازم میپرسن خب مثلا نترسیدی یا به مادر و پدرت وابسته نبودی یا مثلا تو غمگینم میشی، ناراحتم میشی، ترس غربت، حس غربت میگیرتت. ببین قضیه اینه که همه اینا وجود داره، اینا دلیل برای نمیشه که منو عقب بکشه. من غمهای خیلی زیادی با خودم دارم، همه ما داریم، یعنی در واقع همه ما داریم. من الان میتونم به 100,000 تا نمونه چیز فکر کنم در روز که چقدر غمگینم میکنه از چیزهایی که میس اوت کردم. مثلا من همین الان احساساتی میشم، اسکای میکنم تمام وقتی که به این فکر میکنم که وقتی که من خانوادم رو ترک کردم یه جورایی و اومدم تنها زندگی کنم. من مادرم اون سن 36-37 سالگی بود وقتی من خونه اومدم بیرون و 47 سالش که شد. یه 10 سال بعدش یه روز که داشتم باش فیستم میکردم عینک داشت روی چشش و گفتم مگه تو عینک میزنی؟ گفت که آره دیگه، مثلا کتابا رو که بخوام بخونم عینک میزنم. ببخشید من احساساتی شدم، ولی دارم میگم مثلا من 10 سال اصلا رشد مادر و پدرم رو ندیدم. همینجور که من بزرگ میشم اونا هم بزرگ میشن و این غم همیشه با من هست که من هیچ وقت کنار خانوادم نبودم، هیچ وقت، یعنی از اون سن خیلی پایین جدا شدم و خب خیلی هم سخت رفتن به ایران یا اونا اومدن به اینجا، اصلا داستان داره. ولی این دلیل برای این نیست که این غم منو عقب نگه داره یا منو به مادر و پدر و خانواده‌ام وابسته کنه من وایسم. خب این غم در قلب من هست، ولی اینو من به عنوان یه سوخت، به عنوان یک انرژی استفاده میکنم که یه حرف بزرگتری بزنم توی دنیای حالا هنرپیشگی خودم یا همین اینستاگرام، یه دنیای کوچیک و زندگی رو عوض کنم. چون این غم، چون این ترس، چون اینا همه انرژی هستن درون ما و ما میتونیم ازشون استفاده کنیم که یک تأثیری، حتی ریز، حتی کوچک، در زندگی حتی یک نفر یا حتی خودمون دستی برای خودمون باشیم بگیریم. اینا سوخت زندگی ما هستن، نه اینکه جلوگیری ما بشن یا بن‌بستی برای ما باشن. این نظر من هستش. باهات کاملا موافقم. اتفاقا خودم تو همین پادکست و بچه‌هام همیشه نصیحتی که میکنم، البته سعی میکنم نصیحت نکنم، یعنی غیر مستقیما بین حرفام نتیجه گیری که میشه اینه که نباید آدم اجازه بده به خاطر اون حس، چون معلومه که هممون عاشق مام بابامونیم، معلومه هممون واقعا عاشق خاک خودمونیم و دوستامون و همه این چیزا، ولی این اون آدم به نظر من موقعی میتونه واقعا به بقیه هم کمک کنه، به بقیه دنیا هم خدمت کنه، وقتی که خودشو پیدا کرده، وقتی که مسیر خودشو پیدا کرده و به یه جای راحت و به یه جایی برسه که اون تو دل خودش یک خوشحالی و خوشبختی داره، تازه به نظرم میتونه خدمت کنه به بقیه. 100%. یعنی در واقع به نظر من اینجوریه که این خیلی مادر پدرها که میگن آه مثلا بچه ما عصای دست ما هست، بعد ترس ما اینجوری هست، ما یاد میگیریم توی مثلا حالا دنیای معنویت یا روانشناسی حالا کدوم بخوای که ما میتونیم ترس رو روی نفر دیگه پروجکت کنیم. یعنی من انقدر به ترسم باور داشته باشم که تو الان رام که اون ترس من رو باور کنی. خیلی مادر پدرها ترساشون رو روی بچه‌شون به راحتی پروجکت میکنن که مثلا ترس بچه‌ها هم همون میشه و میگم مثلا عصای دست منه و اون ترسا رو دارم و بچه‌ها رو کنار خودشون نگه میدارم. در واقع من اگه مثالی که عصای دست مادر پدرم باشه، موقعی واقعی این که من خوشنود باشم از خودم، راضی باشم و تاثیرگذار حالا چه بر زندگی اونا و چه بر دنیا باشم، اون واقعا یک ثمره خوب از یک مادر و پدر هست. نه اینکه بچه رو بترسونی و وابسته به خودت کنی و نگرش داری و حالا هم تو این حباب امن comfortable zone خودمون بمونیم. در واقع
آره دقیقا همینه. و ما گیر کردیم وسط داستان، یه پارانتز اومدیم باز کردیم، تو لندن بودی و بعد اومدی آمریکا. و اینو خوام بدونم، از لندن یعنی کار هنرپیشگی رو شروع کردی یا نه؟ ببین تو آمریکا من اونجا آره نه، ببین من کلن از همون 15 سالگی من بیشتر تئاتر کار میکردم، رو استیج میرفتم. من تا قبل از اینکه بیام LA همش رو استیج بودم، هم لندن، هم نیویورک، هم سان فرانسیسکو. و هم تحصیلات هم پرفورمینگ آرت اکتینگ هست، هم توی لندن دراما سکول خوندم، هم AAU که تو سان فرانسیسکو تحصیل کردم برای بچلرم، اونم دوباره اکتینگ بود. و همش هم کار استیج کلی انجام دادم. من اصلا اینی که شد اومدم آمریکا، دلیلش این بود که من توی لندن با آقای کوین اسپیسی یه دونه تئاتر کار کردم به نام شیم، و اون شد که دیرکتر AAU توی سان فرانسیسکو کار من رو توی لندن دید و من یه جورای انگار دعوت کرد که بیام مثلا ادامه تحصیل و کار بدم توی آمریکا، و من دعوت نامه گرفتم که بیام آمریکا. و من همیشه اکتینگ میکردم، همیشه رو استیج بودم، همیشه متدای جدیدی تو اکتینگ داشتم، یاد میگرفتم، استودیوهای جدید میرفتم، و هنوزم همینم، البته تا قبل از اینکه کرونا بیادم چی تعطیل شه. و دیگه کم کم موف کردم، اومدم آمریکا، یه سال خورده هم سان فرانسیسکو بودم بعد از تحصیلم، دیگه اومدم موف کردم، الان تقریبا نزدیک به 3 ساله که LA هستم و بالاخره تونستم ایجنسی اینجا بگیرم برای تیاتریکال و کامرشال برای اکتینگم. و با بیشترم اینجا اینجوریه که تو با کامرشال شروع میکنی، تبلیغات شروع میکنی، چون باید یه جاب های اینجوری بگی برای خودت باز کنی که مثلا working actor هستی. اینجوری نیست که یه لحظه اومدی فقط. خیلی تعداد آدم های زیادی میان LA و یه سال میمونن و میرن. درست. و رقابت هم خیلی زیاده تو این رشته، در نتیجه طول میکشه تا خودتو جا بندازی، کاستینگ دایرکتورها تو رو ببینن، بگن اوکی این چند سال مونده و این سمج و ما اینو زیاد میبینیمش، و بیشتر رو حساب باز کنن و کم کم درای مثلا کارهای تیاتریکال و فیلم و تیوی و اینا برود باز شه. که الان میتونم بگم امسال این کرونا حالا اومد، ولی من کم کم خوب رشتم و اینا و وضعم و موقعیتم تو رشته کارم خیلی خوب داره جلو میره. خیلی هم خوب. و یه سوال نیمچه احمقانه‌ای دارم در این مورد که از لحاظ مالی چجوری خودتو تامین میکردی؟ چون برای خیلی همیشه سوال میاد که هنرمند مثلا میدونی منم واقعا هزار تا کار مثلا سعی میکردم بکنم، ولی تایختش بیشتر درآمد کار و زندگی واقعا از موزیکم یعنی در میومد. هر از گاهی مجبور بودم واقعا خب یه ذره این ورانور برم. خیلی وقتا سل اوت کردم، دروغ چرا تعریف کردم تو خود این پادکست، مثلا برگشتم ایران و زیر مجوز خواستم کار کنم، اونجا خیلی تهیه کننده ای داشتم که خیلی پول خوبی میداد. و ولی این بالاخره این سختیام پیش میاد. اینم باز برای بچه‌ای ان که الان جوونن و آرتیستن و دارن به من و تو نگاه میکنن که آقا اینا چه جوری مثلا به اینجا رسیدن، با چیکار کنم موفق بشیم، با چیکار کنیم که دووم بیاریم توی این بازی بسیار سخت و که رقابت انقدر توش زیاده. میدونی بعضی وقتا دیدی بعضی هم که مثلا میگن آقا مثل لاتری بردن و اصلا غیر ممکن و اصلا سعی هم نکن. تو کلا نظرت چیه و چه جوری برخورد کردی با سختیایی که ببین من هیچ وقت از سختی کشیدن ترسی نداشتم. واقعا اینو اصلا از استوریا و داستانایی که تو اینستاگرامم میگم و آدمایی که دور برم هستن میدونن این قضیه رو در مورد من. و اینی که من از بدوی که اصلا همین آمریکا مثلا مثالش، بدوی که وارد شدم من کار میکردم، من هم بیبی سیتینگ میکردم، هم کیترینگ میکردم، ویترس بودم، من 2 سال خوردهی برای آمازون دلیوری میکردم، پکیجینگ میکردم، یعنی علنن اون باکسی که مردم دمه در خونشون باید مثلا باکس های گنده گنده رو که میوه و دمه در خونه یه نفر میبینین، و من جز اون دست آدمایی بودم که خب جا به جا میکردم. من کار آن ده سایت واقعا زیاد انجام دادن و هیچ ترسی هم نداشتم و هیچ ابایی هم ندارم که بگم این کار رو میکردم، چون این کار کردن و آدم های مختلف آشنا شدن بود که من حتی مسیرم رو بهتر بهم نشون داد. ولی بعد از اینی که من ایجنسی گرفتم و خب شروع کردم به طور حرفه‌ای توی این اندستری بازیگری کار کردن، به اینو بگم چون خیلی ها شاید در موردشون نمیدونن. مثلا
وقتی که تو بازیگر کامرشال هستی توی آمریکا، بازیگرهایی هستن اینجا که فقط کارشون کامرشال هست، یعنی اصلا کاری ندارن که تیوی و تو سریال و فیلم و اینا بازی کنن. بعد تو اگه بتونی کامرشال های نشنال کامرشال که کل آمریکا پخش میکنه این تبلیغات رو بتونی یکی دو تا سه تا معمولا چهار تا پنج تاشو اگه در سال لند کنی و بگیری، تو پول کل سال زندگی تو و حتی بیشتر یه خانواده چهار نفر رو میتونی فید کنی با این قضیه. چون یه دونه نشنال کامرشال ساده، الان شما میتونی اینو سرچ کنی، یه نشنال کامرشال ساده بین، اگه خوب تبلیغ کنه، بین 35,000 تا 80,000 دلار شما میتونید از یه دونه نشنال کامرشال در بیارید. یه دونه که حتی شده مثلا 10 ثانیه تو رو نشون دادن. بعد مثلا آدمایی داریم که 4 تا نشنال کامرشال در سال بازی کردن و خب پول کل سال زندگیشون رو در میارن. ناگفته نماند اینو تو پرانتز بذارم که حالا همه فکر میکنن او چی خب نشنال کامرشال چرا همه بازی نمیکنن. شما وقتی که سابمیت میکنی، یعنی ایجنسیت خودتو سابمیت میکنه واسه حالا یه رولی یه نقشی، هزاران هزار نفر با تو از توی آمریکا و خارج از آمریکا دارن خودشونو سابمیت میکنن. بعد مثلا بگیم 2,000 نفر رو قبول میکنن، بعد بین 2,000 نفر 200 نفر کالبک میگیرن، بین اون 200 نفر دوباره 20 نفر کالبک دوم میگیرن، دوباره بین اون 20 نفر 2 نفر آن اویل میشن، بعد بین اون 2 نفر 1 نفر رو انتخاب میکنن. یعنی خیلی کامپیتیشن رقابت سختیه، ولی کافیه فقط بیفتی تو دورش و کستینگ دایرکتورها خوششون بیاد. مثلا من سال اولی که شروع کردم که اصلا باور نکردنی برام بود، که اونم حالا بهت میگم چرا باور نکردنی بود، این بود که من 4 تا نشنال کامرشال لند کردم برای نایکی و برای هوم اینشورنس و دو تای دیگه. خب این یه پول خیلی خوبی برای من آورد که بتونم کارهای دیگه ما انجام بدم دیگه، اون جابایی که آن دی ساید مثل دلیوری و کیترینگ و این چیزا داشتم دیگه بذارم کنار، یه پولی سیو کنم و بتونم به اکتینگ خودم بپردازم. اینم که گفتم که خیلی عجیب بود که من قبول شدم توی هالیوود، به ما، به من، دسته من میگن منا، یعنی میدل ایسترن نورث افریکن، اینا رو کنار هم میگذارن. هالیوود کلن دسته بندیه، مثلا ایژینز، لاتینوز، افریکنز، منا که من هستم، من جزش میشم. منا تا مثلا حدوداً 5 سال پیش تقریبا هیچ جایی نداشت توی هالیوود، یعنی شاید بگی تک و تو هیر ان دیر می دیدی مردم مثلا یه نقشی بگیرن، مثلا اون عزیزایی، حالا اون تلنت هایی که ما ایرانی هایی که داریم اینجا حالا کار میکنن جز اون منا حساب میشه. الان سال 2018 UCLA یه دونه رنکینگ رو ریلیس کرد که مثلا 0.7 یعنی زیر 1% منا تو هالیوود داریم. و تو این 4-5 سال اخیره که ماها رو که من جزش حساب میشن رو بیشتر راه میدن و که مثلا یه قیافه‌ای داریم که معلوم نیست نژادمون چیه، آیا این مثلا میکسه، حالا من این جزء اون دسته بودم، آیا این میکسه، این لاتینوه، این میرل ایسترنه. برای همین من خیلی تونستم کامرشال‌های مختلفی حالا برم و تست بدم و خب حالا به خاطر اکتینگم قبول شدم. ولی این پروسه‌ای بود که من تا الان شروع کردم و خوشبختانه درا داره بهتر و بهتر باز میشه با هم میتوین موومنت و اینی که الان دیگه سیاپوستا برای خودشون الان دیگه چنل های کار خودشون رو دارن انجام میدن و کلا آدم های people of color دارن بیشتر جا باز میکنن. و خلاصه این پروسه اکتینگ من تا به اینجا بوده تا الان. و اینی که گفتی چجوری پول در میارم، این 2 سال اخیر خب من کامرشال خوب بازی کردم و اینی که here and there هم تونستم فیلم های مختلفی بازی کنم، فیلم کوتاه، فیلم جشنواره، فیلم ساندنس. از این برم پروژه خودم رو دارم که حالا نمیخوام بگم در موردش صحبت کنم و خلاصه تا اینجا اومدم جلو. از داستانای کاستینگ کال و اینجور اتفاقات اینسایدر توری، مثلا داستانه خیلی هارور ستوری داری یا داستانه وحشتناک، داستانی که مثلا خیلی حالت گرفته شده ولی سخت بوده ولی باعث شده که همین چیزی که دمروی صحبت کردیم، کسی okay. که مثلا جلوت سنگ بندازه ولی باعث بشه که تو بخوای بری بهتر، چون میدونم که خیلی سخت، من با خیلی دوستایی دارم که خب این کار رو میکنم و برام هر کی تعریف میکنه که چقدر سخته و چقدر بعضی وقتا مثلا برخوردی که باد میشه و مثلا حالت ماشینی بعضی وقتا که وجود داره، اصلا باد خیلی آدم صبوری باشی، آدم قوی باشی که زیر پوستت نره این شکستای کوچولو. آره دقیقا هم همین. ببین اصلا اول اینکه بگم، شما وقتی که وارد اتاق تست آدیشن میشین، هم لحظه که میخوای وارد شی که مثلا اسم تو بنویسی که حضور داری، حالا تو رو صدا کنن بری تو،
نزدیک به 20 تا 30 تا آدم دیگه اونجا نشسته که دقیقاً عین تو قیافش. این یه ذره ترسناکه که مثلا چون خیلی‌ها فکر می‌کنن او مثلا طرف قیافش خوبه این اکتر شده. نو ببین عین اون 30 تا دیگه اونجا نشسته، تازه تو اون یک ساعت تو 6 ساعت قبلش و 8 ساعت بعدش که هنوز دارن آدیشن میگیرن هنوز ندیدی، یعنی مثلا شاید در روز 200 نفر رو ببینن که تقریبا میشه بگی توی دیگه در من با این مو و با این قیافه و با این حالتی که الان هستی. در این چه این خیلی میتونه بترسونتت بگی بابا این همه شبیه من هستم واقعا منو نیاز ندارم، مگر اینکه خودتو باور داشته باشی بگی نو من تالنتم خوبه، من یک آدم منحصر به فرد هستم با استعدادهای خودم که من اینو همیشه هر روزی که قبل از اینکه به وارد اون اتاق بشم با به خودم یادآوری میکنم. تو ماشینم که نشستم نفسای عمیق میکشم، چون مدیتیشن رو برای همین یکی از نعمتای مدیتیشن برای همینه، نفسای عمیق میکشم به خودم یادآوری میکنم جرنی که توش بودم، استوری من، داستان من، من رو منحصر به فرد کرده، مال همه هم همینه و من نمیذارم که حالا یک ترسی که یک لحظه وارد میشه جلوی من رو بگیره. این اولین قدمشه. بعدم که وارد میشی مثلا ده نفر یهو نشستن از کارگردان و پرودوسر و نمیدونم کمک کارگردان و نمیدونم ایدی و و و و دارن همه نگات میکنن. خب اینا ببین همه اینا لحظه‌ایه که خیلی به خودت میتونی شک کنی، بگی که گل از دیالوگ یادت بره یا اصلا ندونی خوب هستی یا بد هستی، یا اگه یه ذره به خودت شک داشته باشی وقتی میای بیرون تا شب میتونی فکر کنی آدیشنم خوب بود، آدیشن کاش اینو نگفته بودم، کاش اینو گفته بودم، کاش این دیالوگمو اینجوری، مثلا تو سرت هستی. در نتیجه خیلی میتونه ایندستری باشه که زمینت بزنه اگه آماده نباشی. من مدیتیشن و مراقبه‌ای که تو این دنیای این وارد شدم خیلی منو بالا برد و اصلا دلیلی که فکر میکنم اینقدر راحت تونستم چند تا نشنال کامرشال رو اینجوری لند کنم که تو همون سال اولی که ایجنسی ساین اپ کردم، به خاطر اون آرامش درونم و این باور و توانایی که به خودم داشتم بود. استوری هم که میگی آره، مثلا موقعیت پیش اومد که مثلا سر این فیلم برداری قبول شدی، بعد مثلا 6 صبح زنگ میزنن مثلا 2 ساعت قبل از فیلم برداری میخوان کانترکتت رو جابجا کنن، بعد ایجنسی نیست که مثلا بهشون بگی آره جابجا من برم سر فیلم برداری نرم سر فیلم برداری، اینا میخوان منو جابجا کنن یا پول منو میخوان کمتر بدن، مثلا کارهای اینجوری خیلی باید انجام میدن. بعد وقتی میخوان کارهای تریکیه مثلا گول زننده اینجوری انجام بدن به خودت زنگ میزنن، به ایجنسیت مثلا معمولا زنگ نمیزنن. و مثلا من شده که برم سر فیلم برداری بگم خب من که قول دادم باید بیام، اگه نری قشنگ اسمت میره توی این لیست سیاهشون دیگه، هیچ کسی دایرکتور کارگردانی شاد از تو دیگه تو رو صدا نکنه، یعنی واقعا میتونه کریرت و زندگیت داغون شه با یک حرکت اشتباه. خیلی باید آگاه باشی که چیکار میکنی. رفتم سر فیلم برداری، مثلا این کانترکت منو جابجا کردن، من مطمئن نبودم، ایجنسی من گوشی بر نمیداره از اون ور، بعد مثلا پولم رو سه ماه نمیدن، کارای اینجوری میکنن با اینکه حالا مثلا هالیوود و الی و اینجاست، ولی کارای اینجوری میکنن. شرایط اینجوری برای همه پیش میاد. خوشبختانه من شرایط هیچ چیزایی که مثل میتو موومنت براش پیش اومده من همچین چیزی تا حالا تجربه نکردم و میدونم هم تجربه نمیکنم، بخاطر اینکه این حسو دارم کلا. ولی شرایط یه چیزای وحشتناکی که خیلی اینتیمیت بشم که بترسم و شک کنم و یه لحظه وحشت بگیرم که مثلا چی بگم و اینا همش ذره ذره هی وارد میشه، اینا ترس ها همیشه وارد سر آدم میشه و باید بدونی باشون چی کار کنی. خیلی میتونم بگم رو هم رفت آخ ببخشید. نه بگو تا. خیلی ایندستری وان و وانیه، میدونی مثلا اینجوری نیست که مثلا بگیم اوکی من مهندسی خوندم این درس رو خوندم و نه اینکه من اون رشته‌های دیگه رو میارم پایین، نه من اصلا حرفم این نیست، میگم ولی من دارم مثال میگم، میگم مثلا مهندسی رشته دیگه رو خوندم، خب بعد براش توی شرکت یه جابی کی گیر آوردم، بعد میرم کار میکنم، بعد حقوقمو میگیرم، بعد دتس باورت حالا با یه تیمی هم کار میکنم. شغل من اینجوریه که هر دفعه تیم من عوض میشه، یعنی هر روز شاید تیم من عوض شه، بعد هر دفعه هم آدمای جدید داری، بعد هر دفعه ممکنه اصلا بعد نقشت که عوض میشه کل سیستمم عوض میشه، کل فیلم برداریم عوض میشه. بعد اگه وان او وان نتونی ارتباط درست برقرار کنی، یعنی در واقع باید ارتباطت با خودت خیلی سالد و خوب باشه که بتونی با بقیه هم برخورد کنی، قشنگ میتونه کرشت کنه، خرابت کنه. بعدم از اون ورم که هالیوود یه قسمتی داره که قشنگ میتونی بیفتی تو اون وادی دراگ و نمیدونم اصلا خیلی داغونه، از اون ورم میتونه غرقت کنه. در اینچه این دیدن این فاین لاینی که کجا خودتو قرار بدی، چجوری برخورد کنی، این رابطه وان و وان تو خوب نگه داری، از اون بر ایندستری
تو رو تو اون لیست سیاه نذاره، از اینور بتونی خوب کار کنی، پولت هم در بیاری، از اینور پروژه های خودت هم جلو ببری. و و خیلی آدم فعالی باید از خودت بسازی، یعنی همش به خودت مربوطه. اینجوری نیست که تو یه باسیز بالا سرت باشه بهت بگه چی کار کنی تو هم انجامش بدی. همش خودجوش باید باشه کار، هر کاری که داری میکنی در واقع. آره کلن صنعت انترتینمنت و موزیک و فیلم و تئاتر و اینجور کارا خیلی منم خب داشتم دیگه، رکورد لیبل و ایجنت و منیجر و همین چیزا داشتم و واقعا چی دیگه هایی که وجود داره. مقصد تو منم یه خاطره خنده‌دار تعریف کنم که در مورد همین فیلم و اینا. اتفاقا یکی که دوستام یه ایرانی یونانیه به اسم سوفیا کیاپوس تو الی، نمیدونم میشناسی یا نه. آره سوفیا رو میشناسم. آره من با سوفیا همین امروز داشتیم تکس میدادیم به هم دیگه. شوخی میکنی؟ چقدر باحال. در مورد یه کتاب مال عطار بود که به من گفت بخرم، بعد امروز اومد توی دم در خونه عکسش رو واسش فرستادم، گفتم که ببین این کتابی که گفتی و من امروز گرفتم چه جالب. پس تو سوفیا. آره سوفیا هم که میدونی داره فیلم آرزو رو درست میکنه. درسته. منم تو این نقش کوچیکی توی اون فیلم دارم و موزیک هم دارم میرسم. آره و خلاصه سر کاستینگ کال اینا که رفته بودن که لید این فیلم و نقش اول فیلم رو پیدا کنن. خب نقش اول یه دختره مثلا بین 19 تا 12 ساله بود. بعد ما رفتیم فکر کنم تورنتو هم بودیم اگه اشتباه نکنم، انقدر حافظم بده. فکر کنم آره تقریبا مطمئنم تورنتو بودیم و از من خواهش کرد که بیام اونجا که من حالت چیز بشم، اون کاستینگ دایرکتور باشم و با دخترها حرف بزنم و بگم این کارو بکنن اون کارو بکنن، چون خودش خب فارسی از چه کسی هم خواست، من خودم فارسی می افتضاحه، بعد از من خواسته بود که بیام که مثلا اونجا راهنمایی کنم و بچه‌ها رو مثلا کمک کنم که این سینا رو ستاپ کنم و از اونها سوال بکنم و در مورد زندگیشون و بعد خب نقش اولم با دختر بالرینا می بود و میرقصید و و خلاصه سوفیا پرودوسر چلسی وینستنلی و اون که پرودوسر چند نفر آدم دیگه همه پشت من نشسته و من جلو داشتم با این دخترای جوان داشتم صحبت میکردم و هر کدومشم از اون یکی واقعا گوگولی تر احساساتی تر باحال. من اصلا هر کیو میدم میگفتم این عالیه، بعد پشتم نگاه میکردم اینا میگفتن نکست نکست، یعنی اصلا یعنی بدون اینکه اصلا یعنی فکر بکنن، یعنی میدونی چون انقدر این کارو زیاد کردن. درسته. و من خودم خیلی مثلا احساسی و عاطفی مثلا هی قلبم میشه. بعد این دختره کوچولو مثلا خیلی جالب بود، مثلا سوالی که ازشون میکردم و مثلا چی میخوای بشی وقتی بزرگ بشی، مثلا خوشبختی یعنی چی فلان، هم سوالی راحت بودم سوالی سخت، و آخرش هم خواهش میکنم که مثلا یه ذره برقصن و مثلا چراغ رو خاموش میکنم و حالات بالای توری میرقصیدن و انقدر پاورفول بود. ببین یه انسنس و یه معصومیتی بود توی این پرفورمنس این بچه ها که اصلا خیلی عجیب غریب بود. و ولی همون جا تو همون موقع مثلا من اینجوری بودم که وای این چقدر کار سختیه، یعنی هم به عنوان کسی که داره سعی میکنه اون رولو بگیره، هم به عنوان کسی که این وظیفه رو داره که بین این همه بچه با استعداد یا یکی رو انتخاب کنه. میدونی آره چون همه آدما مثلا آخرین سوالی هم که از همه میکردم خب این بود که بزرگترین آرزو چیه، و یکی میگفت من ماشین میخوام، و یکی میگفت من خونه میخوام، بعد مثلا اون یکی میگفت من میخوام برادرم که مثلا فوت شده دوباره زنده شه. بعد مثلا من یهو با جلو خودم میگرفتم که مثلا اون وسط گریه نکنم، مثلا استی کمپوز خودم رو جمع کنم. ولی اینا باز مثلا میگم پرودوسرها خیلی خیلی خوشتر بودن نسبت به این، نه که بگم غلط کارشون، اصلا نمیخوام کسی این سوء تفاهم بشه که دارم قضاوت میکنم، یعنی اونا مجبورن برای اون کارشون یک قدم عقبتر وایسن از لحاظ عاطفی و احساسی که بتونن بهترین انتخابو برای اون نقش بکنن. برای من فهمیدم که اصلا این کاره نیستم، به درد این کار اصلا نمیخورم. یه پوست کلوفت میخواد که تو نداری. من برای کارهای دیگه پوستم خیلی کلوفت، ولی این یکی کار اصلا خیلی خیلی سخت. آره یه چیز خیلی چالنجینگه، یعنی واقعا هم احساسی خیلی اینوالو هستی، هم بیزنس حالا از اونور، هم بعد میخوای مثلا یه چیزی رو با یه آرتی رو با هم دیگه کرییت میخواییم بکنین بسازین، خلق اثر هنریه که قرار ماندگار باشه، خیلی باید دیتیل جزئیات همه چیز رو نگاه کنی، مطمئن باشی، آگاه و هوشیار باشی بهشون، و یه خلاصه یه ترکیب خیلی جالب. من خیلی لذت میبرم با اینکه خیلی چالشی بوده زندگیم تا به الان،
ولی اصلا دیگه الان قلق چالش ها رو میدونم و یک جورایی میشه بگیم مثلا خوشم میاد، ارضام میکنه که اینقدر چالش برانگیزه، دوست دارم به چالش انداختنم این شکلی این رشته و خوبه. و با این که سخته خوبه. و این در موردش اصلا کلا توی ویدیوی توی اینستاگرامت و حتی توی منش و برخورد و صحبتت من یه همیشه یه آرامشی حس میکنم و یه تسلطی هستش روی خودت، انگار که دیدم به مراقبه هم اشاره کرده بودی و مدیتیشن. دوست دارم میذاره در مورد اینا با هم صحبت بکنیم. من چون خودم ویپاسانا دوبار رفتم در موردش صحبت کردم اینجا. آره اینجا کمپش هم اینجا بالای الیه، توی شهری که همین بالاست که 11 روز میری برای ویپاسانا. خیلی مرکز خیلی بزرگی هست. اینجا رو رفتی؟ کجا رو رفتی؟ من توی تو ماساچوستس بود، من اونجا دو رفتم. و میخواستم همین خواستم بگم که تو مثلا مثلا همین مثلا ویپاسانا تمرین کردی، تی ام تمرین کردی، یا خودت یه حالت عرفانی دیگه چیزی دنبال میکردی؟ ببین من انقدر ورکشاپ ها و ریتریت های مختلف رفتم تو این 5 سال که اصلا بشینم لیستشو بنویسم باور نکردنیه. من شده برم تحسنه یه 8 روزه سکوت، اصلا یه کارایی کردم که بس برام عجیبه که انقدر یه واردش شدم. یعنی در واقع میتونم بگم استاد بازیگری من، آخرین متدی که یاد گرفتم مال هارولد گاسکینگ بود توی اکتینگ، و استادم خیلی اصرار ورزیدش که اگه مدیتیشن مراقبه اصلا ندونی دنیا چیه، عمرن این متد رو یاد نمیگیری توی بازیگری، چون همش سر خیلی هارت دریون، مموری دریون نیست، با مغزت کاری نداری، با قلبت کاری داری و و و و و اون منو وارد این دنیا کرد. یعنی این کلمه ام مدیتیشن رو گفت، من با تمام وجود تو شیرجه زدم و یه جوری هم میتونم بگم خیلی معتادش شدم، چون من خیلی این حالت طغیانگر سرکش و حتی یه قسمتش از خشم زیادم تا یه جایی منو واقعیتش رام آورد جلو، ولی از یه جایی به بعد خیلی احساس استاک و توی وجودم احساس استاپ کرده بودم. احساس میکردم روزا میگذره و من چیزهایی دارم یاد میگیرم، ولی درونن جلو نمیرم، درونن همون جایی هستم که مثلا نمیدونم 18 سالگیم یا 20 سالگیم هستم. وقتی که وارد دنیای مدیتیشن شدم، این ثبات و امنیت و اعتماد نسبت به خودم اصلا در قلبم به روش باز شد و فهمیدم او شیت، من مثلا اصلا آدم ها ذاتشون چی هست و از چی میان و چقدر انرژی پشت این قضیه هست و چی میتونی اصلا انرژی رو سویچ کنی. و خیلی ریچرت های مختلف و ورکشاپ های مختلفی رفتم تو موضوع های مختلف. مثلا من یه دونه رفتم، یارو فقط 3 روز از فرانسه پاریس اومده بود اینجا، فقط حرف میزد و من اصلا نمیفهمیدم این چی میگه، اینقدر یه لول بالایی صحبت میکرد، فقط مینوشتم. و مثلا 3 سال بعد که برمیگردم به اون نوتس هایی که دارم میفهمم این الان چی داشته الان میگفته. و کم کم خب بیشتر توش فرو رفتم و یاد گرفتم و بعد شروع کردم بیشتر در موردش صحبت. یعنی در واقع دنیایی که این اینستاگرام در موردش صحبت میکنم، من تقریبا مثلا 21 22 سالگیم بود که من اینستامو پابلیک کردم و خیلی هم اصرار ورزی داشتم روی باور و اعتماد و این چیزا صحبت کنم و کم کم این مسیر رو خب بیشتر و بیشتر دونستم و همه رو با خودم همراه کردم، چون باور دارم که همیشه باور داشتم، الان کلام براش دارم. یعنی به کلمه میتونم بگم که میدونم باید برکت و رحمت به زندگی بقیه بیاری که بعد بخوای به زندگی خودت برگرده، اول با بتونی بدی از قلبت که به چیزی به قلبت برگرده. و دیگه بیس اینستاگرامم هی بزرگتر و بزرگتر شد روی این داستان حالا مدیتیشن و مراقبه و سکون و سکوت رو برقرار کردن و کتاب معرفی کردن و چیزهای این شکلی. اصلا دلیلی هم که اینم توی پرانتز بگم، چون خیلی ها فکر میکنن او هدف مثلا من اینه که یه هنرپیشه بزرگ هالیوودی بشم و مثلا that's about it. No, من اصلا هدفم این نیست. من کاملا از همون باور بشه یا نه، از همون روزی که خانوادرم رو ترک کردم تو 15 سالگی که برای که بازیگری و هنرپیشگی، باور داشتم که هنرپیشگی یک وسیله است و من میتونم یک تغییری رو تو یک چیزهایی به وجود بیارم از طریقش. هنوز هم همین فکر رو میکنم. برای من بازیگری اون استیجی که بهم میده، اون حالا فیمی که بهم میده، حالا هر چی که بخواد بهم بده، تا هر حدود خودم اصلا، هر چی که قراره بهم بده، به عنوان یک وسیله قرار استفاده کنم برای همون دوباره عشق و محبت و مهر و رحمت و برکتی که به این جریانی که داره اتفاق میفته، این موجی که داره میره جلو، منم توش قرار بگیرم و واردش شم و این هم من سهمی توش داشته باشم.
من فکر میکنم بخاطر همین صداقتته که انقدر آدم هم باید ارتباط برقرار کردن. یعنی من واقعا خود دیدی که مثلا خیلی خوب انفلوئنسرها هستن یا آدمایی هستن که معروفن و فلان، یعنی سری حرفا میزنن ولی به دل آدم یا نمیشنه یا میدونی داره ادا در میاره. یا تو همین پادکست من واقعا میدونی من شروع کردم در مورد چیزایی صحبت کردن که تا حالا توی میدیوم فارسی در موردش صحبت نشده بود زیاد، یعنی خیلی کم شده بود. خیلی توش در مورد آسیب پذیری خودم میدونیم vulnerable بودن تو فرهنگ ما اصلا جا نیافت، اصلا معنا نداره اصلا و... اصلا تسلیم شدن اصلا بنداز دور بره. آره. در آشغالی درش هم بذار. و من شروع کردم از خودم و کمبودام، از افسردگیام، از اعتیادم، از لوف لایفم، از هر چی که فکرشو بکنی همینجوری ریختم بیرون، همه رو ریختم بیرون. اصلا یعنی این میکروفون رو روشن کردم و یه حالت استریم آف کانشسنس شروع کردم در مورد همه چیز بدون هیچ فیلتری شروع کردم حرف زدن. و خب این واقعاً... بگو میخواستم بگم دمت گرم. واقعا تو در واقع کاریو کردی که آدم ها، بذار اینجوری بهت بگم، این کردیتو کاملا بگیرش فولی، تو در واقع کاریو داری میکنی که آدم ها آرزوشونو بکنن که اینقدر بی پروا و راحت بدون هیچ حاشیه‌ای خودت باشی. آقا من این میستیکا رو انجام دادم، من این اشتباه رو انجام دادم، من اینجا اینجوری کار کردم، اینجا خوب بوده برام، اینجا اصلا برام بد بوده. و من این چند تا اپیزودایی که ازت گوش دادم قشنگ تو موج میزنه این قضیه و تو یک آینه هستی شاید برای خیلیا که حالا در حسرت یا در حال این در راه این هستن که بخوان شبیه مثل تو بشن، نه که مسیر تو رو برن، ولی این که راحت باشن با آنچه که هستن. و تبریک بهت میگم. مرسی، مرسی واقعا. و این بخواستم برگردم به این قضیه که چون یه چیزی که در مورد چی حرف میزدی در مورد هدف بود و اینم یه چیزی که باز با منم رزونیت میکنه و دوست داشتم بزنم در مورد اصلا تعریف هدف یا این مسیر که میخوایم انتخاب کنیم. یا بعضی ها یه ذره خب دیترمینیستیک تر نگاه میکنن به قضیه به حالت این که خارج از دست ما سرنوشت یا فلان. من خودم آدمی که اعتقادم دقیقا اینه که من خودم مسئول همه اکشن ها و اتفاقای زندگی خودم هم. یعنی واقعا تا میفهمم یه اتفاقی هستش که آدم ها توی موقعیت های قرار میگیرن که قربانی و خوشونتونه، منظورم اون نیست، منظور من یعنی آره، اینه که در راستای اون اهداف و کار خودم همه خوبی و بدی ها به خصوص بدی ها و اشتباه ها رو واقعا هیچ وقت به کسی دیگه انگوش نشون نمیدم، همیشه خودم رو مقصر میدونم و یعنی مقصر به عنوان این که بتونم یاد بگیرم و یعنی این اشتباه هم کجا اشتباه کردم توی این مسیر که بتونم خودمو بهتر بکنم، یاد بگیرم. همین امروزش هر روزش هدفم از این گفتمان، از این پادکست، از دوستایی که میارم باشون حسابات میکنم برای یاد گرفتنه، برای بهتر شدنه. دقیقا. ببین اول که هدفت رو یا من یک کلمه دیگه براش استفاده کنم، رسالتت رو خیلی خوب داری اجرا میکنی. و اینو بهت بگم که در مورد هدف بذار من یه چیز کلی تری بگم که شاید به خیلی ها بتونه کمک کنه تا اینکه بگم حالا هدف من از زندگی چی بوده. من بر این باور هستم که کلن رسالت ما اصلا روی این دنیای کاری که داریم میکنیم act of service باید باشه. همش هر کاری که داره میکنه، هر شغلی که داره به وجود میاد، هر موقعیت کاری، هر هنری که حتی داره، شما یه اثر هنری که به وجود میاره، یعنی act of service یعنی در خدمت جریان، بشر، طبیعت، دنیا، کائنات، خدا، هر چی که بهش باور داری. اصلا برای مهم نیست که اون به چی باور داری، act of service. و به نظر من این بزرگ راه اصلی زندگی که you're driving in it و داری با سرعت میری جلوش، باید اون تهش، اون نور، اون تونل تهش act of service باشه. بگی من تو این مسیر با سرعت بالا دارم میرم چون میخوام یک خدمتی کنم، حالا به یه تعداد آدمی، به حیوانات، به حالا هرچی. و متاسفانه خیلی ها میان این جاده خاکی ها و این جاده هایی که وصل میشن به این هایوی اصلی و اونا رو میکنن هدف اصلی. من میخوام هدفم اینه که پول دارشم، من یعنی چیزای مادی گرایی یا مصرف گرایی، من هدفم اینه که این خونه رو داشته باشم، یا من هدفم اینه که این ماشین رو داشته باشم.
اینها نباید هدف باشن، اینها باید وسیله ما باشن برای استفاده کردن و پرسرعت بودن تو اون هایوی زندگیمون که اکت آف سرویس آخرش نشسته، یک آگاهی به ما میده. من هر کاری که میخوام بکنم، اکتینگ میخوام، اکتینگ یا مدیتیشن هم، مراقبه هم، این استام، هر کاری که دارم میکنم باید به نظر من فقط برای این خدمت کردن باشه. اینه که من رو سعادتمند میکنه، اینه که من رو پر از عشق میکنه، من خودم رو چشمه عشق میکنه که اصلا نیاز ندارم کسی دیگه به من عشق بده، من خودم چشمش میشم. وقتی که شما خدمت میکنی در مسیر مثلا این پادکستی که تو داری، هنری که کسی که دیگه داره، یه بیزنسی داری، اصلا استیو جابز اومده اپل رو ساخته، اگه هدف اکت آف سرویس باشه، you're doing the right thing به نظر من. حالا خیلی ها میتونم بگم ما مثلا گیج هستیم، گمراه هستیم، ولی اگه فرض کن ته داستان رو بدونی که اکت آف سرویسه، هر کار ریزی که داری انجام میدی و با اشتیاق، با هیجان انجام میدی واسه اون خدمت کردن به حالا هر چی که هست، و اصلا انرژیت متفاوت میشه، اصلا دیدت به زندگی متفاوت میشه، بعد اصلا فعال میشی، از صبحی که بلند میشی بشاش و خندون و خوشحال هستی، چون تأثیرگذار هستی. این اصلا دلیل وجود ماه، دلیل وجود ما این بود. من تو این پادکست رو، به نظر من این پادکست رو به وجود آوردم، من این مدیتیشن ها رو پکیجم رو دارم، یا حالا اکتم رو، و هر کسی دیگه شغل خودش داره که یک احساسی رو در کس دیگری برانگیخته کنه، و اون مین احساس اون عشقه، و یکی از کارها و از چیزای اصلی که میتونه اون عشق رو بشکفه در کسی، اون خدمت کردنه. هدفت رو بذار اون اکت آف سرویس، اینقدر کار از توش میشه در آورد، اینقدر مسیرهای مختلفی میشه از توی این اکت آف سرویس در آورد که اصلا باور نکردنی. این چیزی که من میتونم بگم در مورد هدف. داشتی حرف میزدی، من به پدرم داشتم فکر میکردم و واقعا رساله پدر من همین بود، خدمت کردن بود، و در راه عشق، در راه خدمت واقعا از این دنیا رفت. یعنی کل زندگیش همیشه به فکر بقیه بود. یعنی همه میگن آقا بابامون آدم فلانی بود، هرچی بود، واقعا پدر من یه آدم فرشته بود که کل زندگیش واقعا توی راه این خدمت بود. چه از لحاظ درس دادن بود، چه کمک کردن بود، چه برای محیط زیست بود، چه برای آب بود، چه برای حیوانات بود. و تو هزار سال واقعا خوابش رو نمیدیدم که همچین اتفاقی براش بیفته و توی زندان اوین آخرش کشته بشه. یعنی تو هزار سال خوابش رو نمیدیدم. و من خیلی متاسفم، یعنی من هم اولین باری هم که به تکست دادم، آه ببخشید که من احساساتی شدم، حال تو رو امیدوارم خراب نکنم. من اولین باری هم که به تکست دادم گفتم که من خیلی متاسفم بخاطر مرگ پدرت. متاسفانه کشور ما کلن با شکفتن و این خدمت کردن، این عشقی که میتونه بین ماها مثل خواهر و برادر، مثل مادر و پدر، نمیدونم چرا دولت مردمون اینقدر با این قضیه مسئله دارن، ولی واقعا که پدر تو این رسالتش خدمت بود و خیلی هم زیبا اجرا کرد و حاضر شد وجودش رو براش بده، و اصلا یک سمبوله. خیلی باید افتخار کنی که از همچین پدری زاده شدی. واقعا قربونت برم، مرسی. و این نکته که من بعد از فوت پدرم، خب خیلی ما تروما داشتیم، مامانم که نزدیک 2 سال گروگان نگه داشتن، من و برادرم با سگامون پخش و پلا اینور دنبال خونه و زندگی و سعی کردیم که بفهمیم که چی به چی بود. ما 2 نفر بر علیه یه لشکر از سپاه و با دم و دستگاه و امکانات و پول بی نهایت اونا. اتفاقا چند پیش حامد اسماعیلیون رو دیده بودم و با هم داشتیم حرف می زدیم، و اون داشت می گفتش که می گفت ما خب خانوادها همه کنار همیم، خانوادهای پرواز اوکراین. گفت تو فقط برادرت بودین، و واقعا من و برادرم بودیم فقط، و خیلی سخت بود. یعنی اون تنهایی که اون اوایلش تجربه کردیم، تو اون جزیره بودن وسط یک طوفان و یک دریای وحشتناک پر از ترس و وحشت، و از راه‌های مختلف هر کدوممون سعی کردیم دیل کنیم با این تروما. و یعنی نکته‌ای که میخوام بهش برسم که دیدم تو هم در موردش صحبت کردی، در مورد سروایوول و بقا، و
من داشتم خودم به گاه میدادم، ببخشید دیگه واقعا این پادکست آره. همه ادبیات منو میدونن چجوری و خیلی توی جای افسرده و دارک و تاریکی بودم و نمیدونستم با خودم چی کار کنم و خب مدیتیت کردم، دکتر رفتم و یه تریپ سایکدلیک، یعنی چندین تریپ سایکدلیک رفتم که کمک کنه که دیل کنم با تراما و توی یکی از این تریپا پدرم رو دیدم و برگشت به من گفتش که نذار مرگ من بقیه زندگی تو رو تعیین کنه و دیفاین کنه، تو باید راه خودتو ادامه بدی و یه آرامشی بود توی این حرف و توی این مسیجی که بابام بهم داد که دیدم راست میگه واقعا. خب من میدونی همیشه این حرفم زدم تو اینجا که من بیفتم یه گوشه افسرده و داغون و معتاد، این آدم بدا بردن، بهترین انتقام خوب زندگی کردنه، بهترین انتقام با عشق زندگی کردن و این عشق رو پخش کردنه و این توی این مسیر واقعا کم کم به خصوص با این پادکست و اتفاقایی که افتاد، من یه تئاتر یه نفری نوشتم، یه وان من ستوری تلینگ پرفورمنس در مورد زندگی بابا، همه این حالتا برای من یه تراپی شد که بتونم خودم بریزم بیرون و در نهایت یه جورایی انگار دارم با اینکه من تو ادبیات و با داستانای دراگ و سکس و همه دیوونه بازیه که تعریف میکنم، بابام بنده خدا اصلا همچین آدمی نبود، اون اصلا آدم اینتلیکچوال آدم حسابی، ولی منم به نوع خودم دارم سعی میکنم همون رسالت پدرم رو ادامه بدم، اون عشق اونو، یعنی اینجوری خیلی خوشحال میشم هر کی اسم منو بیشتر بدونه اسم پدر منم خواهد دونست. بارکلا، خیلی خوب کاری میکنی، خیلی خوب کاری میکنی. اول که این که راحت صحبت میکنی به خیلی ها کمک میکنه، چون ما انقدر مغزمون متاسفانه تو ایران کاندیشن بهش میگن شرطی شده هست که یک سری اون را به خودت بگیر و در این حباب زندگی کن و غیر از این محدودیت ها تو قرار بمیری و و و و و تو خیلی راحت اون رو داریش میشه کنیم یه بار با ببینم من اینم، من اینجوری حرف میزنم و اینی که به فرم خودت داری این رسالت پدرت رو ادامه میدی، اون عشقی که داشته، یعنی you're winning، واقعا این برگ برنده همینه و بهتم تبریک میگم و مرسی. و میخوام در مورد این با هم صحبت کنیم، تو هم دیدم یه ویدیوی خیلی خوب گذاشته بودی، داشتی در مورد سروایوول حرف میزدی، میتونی یه ذره در مورد این کانسپت و چیزی که داشتی در موردش حرف میزدی با ما هم در میون بذاری؟ حتما. ببین کلن مغز نیمکره سمت چپ ما نیمکره حافظه ما هست در واقع، که ما وقتی که به دنیا میایم هنوز فعالیت آنچنانی نداره و ما از نیمکره سمت راستمون که نیمکره لحظه است، در این هم لحظه که من و تو داریم صحبت میکنیم، این نیمکره است. وقتی که لذت میبریم اون نیمکره سمت راستمون که فعالیت بیشتری داره، وقتی که یک هنر اثر هنری رو داریم خلق میکنیم اون نیمکره سمت راستمونه. نیمکره سمت چپ هنوز فعالیت خاصی نداره و که حافظه ای ما هست، برای همین مثلا ما به دنیا اومدنمون یادمون نیست، تقریبا یک سال دو سال اول زندگیمون یادمون نیست و کم کم با صحبت کردن ها، با تکرار کلامی که اسم چیه، اسم مامان بابا چیه، من کیم، ما کجا هستیم، و حافظه ما رو یه جورایی را میندازن. ولی از یه جایی به بعد وقتی که ترس وارد میشه، ما تقریبا میتونم بگم توی سروایوینگ مود قرار میگیریم، یعنی فکر میکنیم اگه ناشناخته پا نگذاریم و همینجا بمونیم در این حباب امنمون، ما حالمون خوبه. در صورتی که وقتی که ما داشتیم شکل میگرفتیم، یعنی اون اسپرم و اون تخمک با هم قاطی میشدن، در اوج ناشناختگی بود و ما در ناشناختگی شکل میگیریم، ما در ناشناختگی میشکفیم، ما در ناشناختی اصلا اون کسی که اختراع میکنه پا در ناشناخته میذاره، میگه بابا تا حالا این هم چیزی وجود نداره، بذار من پا در این ناشناخته آنون بگذارم، بعد این سروایو کردن بیام بیرون. چون ما همش توی این سروایو مود جلو میریم که مغزم اینو میگه و من همه قد جلو میرم و در این هیته امنم میمونم در واقع، و بیشترم از مموری استفاده میکنیم، یعنی در واقع مموری دریون میشه بدن ما، یعنی حافظه اون یا میگه یا تو گذشته زندگی کنیم یا یه فانتزی یه چیزی از آینده، که بیشترم ترس هست از آینده، چون ناشناخته از آینده ما خبر ازش نداریم، و ما مموری ما نیمکره سمت چپ ما رو جلو میبره و بین این پست و آینده یک پرزنتی وجود داره، یک در لحظه وجود داره که این تنها و تمام دارایی ما هست، همین لحظه.
و ما این رو از یاد میبریم و کلن سروایوول مود یا تو گذشته داریم زندگی میکنیم، هی گذشته رو بیاد خودم داریم میگی آه ببین پس اینجوری شد اونجوری شد، پس امنیت داشته باشی، مراقب باش، و و و تکون خیلی زیاد نخور، ریسک پذیر نباش و این چیزا اینجوری، یا از آینده رو که میخوایم تصور کنیم آینده رو نسبت به گذشته ای که داشتیم و تجربیاتی که داشتیم حافظه اون میگه پس آینده تام قراره این چیزها به وجود بیاد، ولی در صورتی که کلن اپوزیت یعنی مخالف همه اینا یک ناشناخته است و در لحظه و اون به اون ترس اتک کردن یا به قول تو lean into it واردش بشی و ببینی چه خبره، و از اون مود سروایوول هممون حالت سروایوول داریم جلو می، از اون سروایوول بیرون اومدن میشه لحظه شکفتن ما، لحظه ناشناخته پا گذاشتن. نمیدونم خوب توضیح دادم یا نه. خیلی خوب بود همش تو فکر بودم. نه واقعا میگم دیگه این همون جای امنی که داشتی میگفتی، خیلی اون پتوی گرمی که همه زیرشیم، خب جای خوبیه. میدونی چرا که نه، من که جام راحته، چرا باشم برم بیرون با دوام یا برم کتاب بخونم، من که جام راحته. یعنی حالا من دارم متافوریکلی دارم حرف میزنم و میدونی این نترس بودن و این شجاعت رو داشتن که آدم بکنه و بره دنبال اون عشقش، میدونی واقعا حتی تو شکستم به نظر من نتیجه مثبت میگیره آدم 100%. تو یک انسان دیگه میشی. ببین وقتی که در ناشناخته پا میگذاری و شکست میخوری اصلا یک انسان دیگه هست. اول که متوجه شدی ای بابا ناشناخته اون وقتا اصلا ترسناک نبوده، چه وضعیه که من اون وقتا تو سروایوول دارم میام جلو. دو اینکه اون شکست یک درسی به تو داره میده. من همیشه توی اینستاگرام هم میگم که بابا ما اگه یه حالت ضربان قلب که توی این دستگاه نشون میده که بالا و پایینه، ما همیشه پایین رو بد میدونیم، این پستی بلندی و پایین رو بد میدونیم، بالا رو خوب میدونیم، در صورتی که اصلا این لیبل به نظر من لیبل اشتباهیه. باید پایین لرنینگ باشه. وقتی که تو پایین میری داری یه چیزی رو یاد میگیری، وقتشه که تو گوش و هوش و حواستو باز کنی and you learn something. اصلا وقت اونه و تا یادم نگیری مرحله بعد نمیریم. معمولا تو چیزای ما استاک میشیم، گیر میکنیم توی گل گیر کرده طرف، میگن بخاطر که هنوز درس نگرفته از اون موقعیتش، وگرنه درس میگرفت میرفت مرحله بعدش. بالا که میریم داریم استادی مسترینگ اون چیزی که اون پایین یاد گرفتیم و میکنیم، و زندگی این بالا پایین لرنینگ و مسترینگ کلن. و وقتی که تو در این ناشناخته پا میگذاری، به جایی که به ترسی عقب بزنی میگی بابا این پایین دارم یه چیز یاد میگیرم، بالا میرم مسترینگشو میکنم، دوباره میرم یه چیز جدید یاد میگیرم، و این کانسپتو که داشته باشی اصلا ترسی نداری که وارد هر موقعیت و هر چیزی بشی و ریسک پذیر باشی. من خودم وقتی که اون 17 18 ساله بودم میخواستم از ایران بیام بیرون، هم تحصیلات سینمای سوره رو مدرسه سوره داشتم، هم دانشگاه تهران قبول شده بودم. همون موقع من آدیشن میدادم، چون سنم خیلی پایین بود، زود شروع کرده بودم، آدیشن های خیلی زیادی میدادم، تست فیلم زیاد میدادم و کانون اساسمندان، یعنی خلاصه اصلا موقعیتم خیلی خوب بود. بعد همه به من میگفتن که بابا کی این کارو کرده که تو داری میگی این کارو کرده که تو داری ول میکنی میری، کی این کارو میکنه آخه همه اینا رو ول میکنیم. و من میگفتم بابا اصلا مهم نیست کسی این کارو نکرده، من اولیش میشم، چرا همش منتظریم که بابا یکی پا بذاره تو این برف، جاب پایشو ببینیم تو این برف، بعد ما پا بذاریم تو اون جاب ها که قرص باشه، محکم باشه، نخونه بریزه. من بالاخره باید یه نفر قدم اولو بذاره دیگه. نمیشه که هی فکر کنی فلانی انجام نداده، کی تا حالا انجام داده، کی تا حالا انجام نداده چیه. من اولین نفر میشم و در پا در اون ناشناخته میذارم، حتی اگه سر خورده و شکست خورده و و و و بیام بیرون که نمیام، چون اینقدر توانا هستم و باور دارم، هنوز به نظر من عذرخواهی میکنم ولی سگش میارزه به اینه که بترسم و بمونم هم ایران با حرفای مردم و ترسای اونا رو بذارم روی من پروجکت بشه، اونا رو باور کنم و نخوام پیشرفت کنم. منی که اومدم الان 7 شهر رو تو سن 26 سالگی تجربه کردم، 3 کشور رو زندگی کردم، سیتیزن آمریکایی شدم از طریق اکتینگم که یکی از چیزایی که بهش افتخار میکنم، و و همه تجربیاتی که تو الان کسب کردم منو یه آدم دیگه کرده، و اصلا حاضر نیستم با اون 17 سالگی، نه که اون 17 سالگی بده، حاضر نیستم با اون برگردم،
چون این همه شکست‌ها و این همه خوبی‌ها و بدی‌ها و حالا هر چی که اسمش می‌ذاریم من رو من کرده و اصلا مهم نیست. باید پا در ناشناخته بذاریم. ما ازش زاده شدیم. ما از این ناشناخته زاده شدیم و باید به اصل خودمون برگردیم. تو ببین باید بری شامانی چیزی بشی. من انقدر اینسپایر میشم از حرفات. الان میخوام کنلخ برم تو خیام بود. خیلی اصلا یعنی واقعا اصلا این کانورسیشن انقدر برای من لذت بخش بوده آنوشا واقعا که نمیدونی. آخه منم همینطور. من اولین پادکستیه که توش دارم حرف میزنم. واقعیتش بگم که کانال ها و چنل ها و جای مختلفی مثلا ایرانی خیلی دعوت شدن تا حالا هم آمریکا هم جای کشورهای دیگه، ولی من واقعیتش به همشون میگم نه، دلیل خودم دارم دوست دارم اینجا مطرحش کنم. ولی تو اولین نفری بودی که بهش گفتم آره و باش کار میکنم، یعنی مثلا این چیزی که خارج از سیستم من هست. یکیش اول که به خاطر کار درستی که داری انجام میدی، دمت هم گرم، دار کارت خیلی درست. دو این که به خاطر پدر عزیزت که من خیلی براش احترام قائلم. مرسی واقعا. آره یعنی برام واقعا افتخاریه و خیلی هم حال داد اصلا که میدونی هر دفعه با هر کی صحبت میکنم و میتونم از یه دید دیگه دنیا رو ببینم، میدونی بالا پایینای اون آدم رو درک کنم و حس کنم. چون میدونی این لانگ فرمت توری خشنگ میتونیم توی این مدتی که با هم صحبت میکنیم یه درک کوچیکی از همدیگه پیدا بکنه و این باعث میشه که خب نزدیکتر بشم به هر کسی هست که دارم باهاش صحبت میکنم و بتونه کانورسیشنم راحت تر فلو کنه. و هر دفعه که این کانورسیشن رو دارم واقعا یه چیز جدیدی یاد میگیرم، واقعا یه تاثیر خفنی رو میذاره و مطمئنم برای شنوندام همیشه من بحثم همیشه این بود که الان از توی این دیالوگ من و تو دو نفرم تاثیر مثبتی بگیرم و باعث بشه که این دو درجه فقط مسیرشون عوض بشه به سمت چیز بهتر، من خیلی خوشحال میشم. یعنی این خیلی به آدم حال خوبی میده که بدونه که بتونه یک ذره همون بحثمون عشق و این تأثیر مثبت رو بتونه رو زندگی که دیگه بذاره. واقعا هیچ چیزی هم پشتش نیستش، هیچ چی میگن، نه ما داریم پول، آره نه ما پولی داریم میگیریم، نه نیتی رو داریم که زندگی کسی رو نابود کنیم. آره. یا به یه خدایی بگیم باور کنه که ما دیدی. اصلا تمام بحث اینه که این داستان ماست، این چیزایی که برای ما کار کرده، این خوبیاست، این بدیامونه و آره. یاد بگیریم. یعنی با هم در اشتراک آره. گذاشتن این مجموعه تجربه هامونه که من فکر میکنم ما ها میتونیم بهتر بشیم، تا اینکه خیلی خودخواهانه بریم یه گوشه همه چیزو نگه داریم و توی گارد و توی لاکی نگه داریم جوری که میگم متاسفانه تو فرهنگ ما میذاره بیشتر باب شده بود این قضیه و الان داره واقعا بهتر بهتر میشه. یعنی من واقعا جوانای الانو میبینم توی ایران و این کامیونیتی که به خصوص دور این پادکست درست شده، میگم واو چقدر اینا بچه های باهوشی هن، چقدر امپاتریک هن، چقدر شعورشون بالاه و انقدر حال میکنم و انقدر لذت میبرم از نامه هایی که برام میفرستن، وایس هایی که برام میذارن و درد و دلایی که با هم میکنن، همین که این اعتماد رو که میکنن که با من این حرفا رو بزنن نشون میده که دارم یه کاری رو درست انجام میدم. دو تا نکته داره این حرفات برای من. اول اینکه من واقعا اینو جدی از ته قلب وجود قلبم میگم که به نظرم ما ایرانی‌ها واقعا آدمای قدرتمندی هست. حالا مثلا زندگی تو رو ببین که مثلا به سر خانواده‌ات چی اومده، یا مثلا بچه‌هایی که غریب هستن توی کشور دی، یا همون بچه‌های جوونامون، مثلا خانواده‌هامون که تو ایران موندن با این وضعیت و همچنان دارن سعی میکنن. اصلا خیلی برام جالبه، خیلی بهم عشق میده که ما اینقدر توانا و قدرتمند هستیم که هنوز موزیک میسازیم، هنوز سعی میکنیم، هنوز امید داریم، هنوز به هم دیگه عشق میدیم. میدونی خیلی جای افتخار داره این کشور. الان من خودم دیگه کشور جهان اولی آمریکا زندگی میکنم. واقعا این صمیمیتی که بعضی وقت بین خودمون با این وضعیتی که واقعا کشورمون توش هست، با این صمیمیتی که بین خودمون هست میبینم واقعا کیف میکنم. این یکیه برای من. و این بحث قبلی که کردی میخوام میگفتی که مثلا من داستانای آدمای مختلفو میشنوم و اینی که خب احساس نزدیکتری بهشون میکنم، داستان رو از زبان یک نفر دیگه میشنوم. اینو میخواستم این نکته رو بگم که به یادم انداختی، اینی که ما در همه ما انسان ها درد و عشق یه شکله.
شاید زبون متفاوتی داشته باشیم، شاید به شکل فرم مختلفی باعث بشه در ما شکل بگیره، ولی در آخر آخر روز درد و عشق در ما همیشه یه شکله، بسته به حال اصلا ما چه نژادی، چه کشوری، چه زبانی، چه چیزی. و اینه که اون عشق و اون درد است که من و تو رو و همه عزیزانی که همراهایی که دارن صدای ما رو میشنون ما رو به هم نزدیک میکنه، این حس یکی بودن و یگانه بودنی که در ما همه دمیده شده، این درد و عشق. آنوشا این اصلا انقدر نکته خوب بود که میگم رو همین این ببندیم این داستان این پادکست امروز. واقعا خیلی خیلی حال داد واقعا این صحبت با و امیدوارم که برگردی با هم بیشتر صحبت بکنیم، چون احساس میکنم میتونیم با هم ساعت‌ها حرف بزنیم و خیلی خیلی چیز جالبی از توش میشه در اومد. و مرسی که این افتخار رو دادی که اومدی اینجا صحبت کنی، واقعا برای من یکی از فیوریت ترین واقعا کانورسیشن هم بود امروز. مرسی از تو که منو دعوت کردی، واقعا خیلی خوشحالم از کانورسیشنی که داشتیم، مثلا خیلی انرژی گرفتم و چقدرم زود این یک ساعت خورده گذشت، اصلا من به شخصی که متوجه نشدم. میگم که خیلی ممنون از این همراه های عزیزت که قرار گوش بدن به ما و امیدوارم که سرشون رو درد نگیریم و حس خوبی بگیرم بعد از شنیدنش، و هر جا که هستن همیشه آرزوی سلامتی براشون میکنم. و مرسی از تو. مرسی واقعا. و بچه آنوشا رو میتونید شما با هندل ANOUSHAA_ درست گفتم؟ درسته توی اینستاگرام پیدا کنید. نمیدونم تویتر هستین یا نه. نه تویتر خیلی نیستم چون خیلی فضای اونجا خیلی دارکه، وحشیان. آره اونجا با قصد هنگ 7-8 تا ذره بپوشی بری تو. آره به این عشق و شکوفایی و مسیر سبز و باور و توانایی بیشتر فوکس کنم تا اینه که تو حجم نمیدونم وحشت وارد شم. نه اینکه ترسی دارم، ولی فوکسم بیشتر، تمرکزم بیشتر رو این بره. نه همین اینستاگرام منو فالو کنن اگه میخوان چیزی در موردم بدونن. البته و خیلی خوشحالم چون دفعه بعد که بیام الی حتما ببینم. حالا که گفتی دوست سوفیا هستی و اینا خیلی جالب شد اصلا قضیه. آره دیگه اصلا برنامه یه چیز دیگه شد. آره پادکست بعدی باید اصلا این پرسن زب کنیم، چون اصلا حس و حال وقتی کنار آدم میشینم و باشون همونجا زب میکنم باز فرق میکنه انرژی ها، یعنی تلفن و راه درست سکایپ و اینا باز یه بریاری هستش، داستان دیگه است. آره. ولی آدم وقتی میشینه جلو هم دیگه اون کانکشن هم قوی تر هم میشه توی صحبت ها و خیلی خیلی جالبه. و میگم امیدوارم که اصلا یه سری هم خیلی فوش میدن که آقا چرا اینقدر پادکست زیاد درست میگم، میگم مگه دیوید لترمن مثلا هر روز شو نداره؟ ولی همچنان آخه دارن گوش میکنن. میدونی من تنها دلم که میسازم اینه که الانم رو فرمم و خیلی الان انگیزه زیاد دارم، خیلی انسپایردم، آدمای زیادی هستن که قرار بیان توی این برنامه و بعضیش آخه من خودمو میشناسم، آخه من مثل خر الان دارم کار میکنم و چند وقت دیگه میرم دوباره گم میشم توی فارمی، توی قاری، توی جای. آره و دوباره همه نسخ میشن و میگن وای کاش که بیشتر اپیزود ضبط کرده بودیم. غلط کردیم گفتیم زیاد ضبط میکنیم برگرد. قربونه برم آنوشا جان، پس با هم در تماسیم. حتما مواظب خودت باش. حتما خدافظ همگی. مرسی. چاکس.
دلم می‌نقشه با صورت نشسته، هی خودم و دلداری میدم. مثل یه شنبه شدم تعطیل و خاکستری، مثل یه شنبه شدم. خیلی وقته که دیگه خواب رنگی ندیدم، حتی با عینک. خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم، حتی به زور سمعت. من به فکر گم شدن، دکتر به فکر درمون، میگه روزی سه دفعه باید برم دوش بگیرم، بی خواب و خوابالود دل میزنم به دریا، بی خواب و خوابالود. باز خواب خوب ندیدم، خبری نشنیدم، حتی